فرشاد مجری رپورتاج و پوتکین تهیه کننده سری برنامه های رپورتاج همراه منن. خیلی خوش اومدین. فرشاد جون چه پای صحنه‌ای میگرفتی؟ از هلیکوپتر میرفتی دریا، از دریا میرفتی تو کشتی، دیگه خیلی خوش گذشت. راستش ما 14 روز اونجا بودیم و سفر طولانی بود. از من خواسته شده بود که من پشت صحنه رو با موبایل خودم بگیرم، چون معمولا من فیلم زیاد میگیرم با موبایلم، و اتفاقی که افتاد این بود که انقدر در انتهای برنامه من فوتیج زیاد داشتم، حدود 300 تا کلیپ داشتم که میتونیم استفاده کنیم. یکی از چالش‌ها این بود که بتونیم کدوم ویدیو رو انتخاب کنیم که برای پشت صحنه شما استفاده ما کنیم. ما که کلی لذت بردیم ازش. میدونم ویژه برنامه‌تون در مورد طلای سیاست، می‌خواستم بدونم که دقیقاً از چه زاویه‌ای به این موضوع نگاه کردید. یادتون باشه یه ویژه برنامه درست کردیم تو سری قبلی راجع به مدیریت آب در اسرائیل و خیلی بازتاب خوبی داشتش، خیلی عکس‌العمل‌های خوبی از بیننده‌ها دریافت کردیم و به این فکر افتادیم که این تما ادامه بدیم و مدیریت‌های خوب دیگه، نمونه‌های مدیریت خوب دیگر رو تو دنیا هم بریم درباره‌شون برنامه بسازیم. یکی از مدیریت‌های خوب مدیریت نفت در نروژ هستش که تو این برنامه توضیح داده میشه که چطور الان چند روز دیگه میشه پنجمین سالگرد کشف نفت در آب‌های دریای نروژ و تو این 50 سال اینا نفتشون رو چجوری مدیریت کردن که تونستن یه کشور بسیار مرفعی بشن، کشوری که یه زمانی سطح زندگیشون هم سطح زندگی مردم یونان بود و الان سطح زندگیشون از سطح مردم سوئیس هم بالاتر هستشون. چقدر طولانی؟ چی طولانی بود؟ جواب؟ چند وقت تو کشید ضبط این ویژه برنامه؟ کلان یه ذره تجربهاتون تو نروژ بهمون بگید. 14 روز ضبطش رو کشید و یه چیزی که باید بگم، عجیب ما خوش شانس بودیم. تو این 14 روز هر جا که می‌رفتیم انگار خدا واقعا با ما بودش. هر جا که می‌رفتیم آفتابی بودش، تا از اونجا می‌رفتیم بارون میومد. یادت فرشاد چون گفتن هوا زیاد جالب نیست نروژ، معمولا بارون ایناست، ولی دقیقا همین که 14 روز، یعنی هر وقت فیلم برداری می‌کرد، یعنی اگه اینجوری آفتابی نبود نمی‌تونستیم اینجوری فیلم برداری کنیم. و واقعا هر جا می‌رفتیم اول آفتاب، تا می‌رفتیم اونجا بارون شروع می‌شد، شهر دیگه که می‌رفتیم دوباره اونجا آفتابی. خیلی جالبه، همیشه هم هوا روزه، یعنی من مدتی که ما اونجا بودیم، قسمت شمالیش توی جزیره لوفوتن که رفتیم، اول جایی بود که رفتیم، اونجا فصلی بودش که به اصطلاح 24 ساعته روز بود و یکی از مشکلات ما این شد، چون ما ساعت 11 و نیم شب کنار جاده وایسیم در حال فیلم برداری بودیم، یعنی یه جوری در واقع حداقل روزی 12 13 ساعت در حال فیلم برداری بودیم بدون توقف. منم یه بار رفته بودم، دقیقا یادم تا ساعت 1 شب روشن بود هوا، مثلا 4 ماه پیش، بعد تا ساعت 3 شب تاریک میشد، بعد دوباره ساعت مثلا 3-4 صبح شد. همش روز بود، یعنی اصلا شبو نمیدیدیم. کجاش رفته بودی؟ من خود اسلو بودم. ما شمال نروژ رفتم، یعنی انقدر شمال بود که ایسلند میشد جنوب ما. اونجا اون موقعی که ما بودیم اصلا شب نشدش. درسته. بزرگترین چالشتون اونجا چی بود؟ خیلی با شک به هم نگاه. چالش این بودش که ببین، با خیلی ها مصاحبه کردیم، خیلی برنامه بسیار فشرده ای بودش و اگه مثلا همین جایی که مثلا سوار هلیکوپتر میشیم، اگه مثلا اون روز بارون میومد یا اگه اون روز هوا خراب بود، خب نمیتونستیم این فیلم برداری رو بکنیم. و میگم، بازم میگم، واقعا خوش شانس بودیم، هم از لحاظ هوا، هم از این لحاظ که تونستیم با همه کسایی که میخواستیم، همه جاهایی که بریم آماده بودش و طبق برنامه پیش رفتش. واقعا مثل یکی از چالش‌ها به نظر این بود تعداد سفرهایی که کردیم. ما توی 14 روز 9 بار پرواز کردیم. خب پرواز کردن زیاد مهم نیست، 1 ساعت شما تو پرواز بودی، ولی 2 ساعت قبلش باید آماده شی، 1 ساعت برسی تا فرودگاه، 2 ساعت باید بشین تا پرواز جمع کنی. و مرتب ما هر 2 روز 3 روز یه بار داشتیم میرفتیم توی لوکیشن بعدی، تو شهر بعدی. 5 تا شهر بودیم، شهر زیادی رو رفتیم و به خاطر بله میدونم با هلیکوپتر میرفتیم. هلیکوپتر فقط یه قسمت بود که برای رفتن به اسکله بود، ولی معمولا پروازمون بیشتر با پرواز بود، با هواپیما، با هلیکوپتر، با کشتی، با تقریبا ماشین. همونسی که نکردیم زیر دریایی بود. مرسی. ما منتظر ویژه برنامه‌تون شنبه ساعت 10 شب هستیم. الان می‌خوایم بریم یه قسمت ویژه‌شو ببینیم و برگردیم. نروژ تونسته یک کشور مرفه بشه در حالی که اقتصاد خیلی از کشورها به خاطر داشتن نفت صدمه دیده. پدیده‌ای که به بلای منابع مشهوره. نروژی‌ها چطور تونستن این موفقیت رو به دست بیارن و کشورهای دیگه چی میتونن از اونا یاد بگیرن؟ من فرشاد متقی هستم و به نروژ اومدم که ببینم چطور این کشور تونسته شوک کشف ناگهانی منابع ثروت جدیدی مثل نفت رو پشت سر بذاره و اقتصادش رو با درآمد هنگفتی که از منابع نفتی به دست میاره منطبق کنه.